23 تا 29 آپریل هفته ایمنی راه ها. سازمان بهداشت جهانی در جلسه سالانه سال 2004 با توجه به بالا رفتن تلفات جاده‌ای و نیز نبود گزارشات مدون جهت بررسی و ارائه راهکارهای سازمان یافته، 23 تا 29 آوریل هر سال را تحت عنوان هفته ایمنی راه‌ها نامگذاری کرد تا توجه جهانیان را به تأمین سلامت و ایمنی مسافرت‌ها و رفت و آمدهای جاده‌ای جلب کند. سازمان بهداشت جهانی در سال 2018 آخرین گزارش وضعیت جهانی ایمنی راه را منتشر کرده است. پیام‌های اصلی آخرین گزارش وضعیت جهانی ایمنی راه عبارتند از: تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی جاده‌ها در جهان همچنان بالاست. حوادث جاده‌ای عامل اصلی مرگ و میر کودکان و جوانان در جهان است. گروه سنی جوان بین 5 تا 24 سال در معرض بالاترین ریسک مرگ و میر جاده‌ای قرار دارند. تلفات جاده‌ای نسبت به جمعیت جهان تقریباً ثابت مانده است و تعداد کشته شده در تصادفات ترافیکی در سال 2018 به 1,350,000 نفر رسیده است. بیش از نیمی از قربانیان حوادث جاده‌ای در جهان عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتور سواران هستند که هنوز در طراحی سیستم حمل و نقل زمینی در بسیاری از کشورها نادیده گرفته شده اند. یکی از راهکارهای کاهش تلفات جانی موتور سواران و دوچرخه سواران استفاده از کلاه ایمنی است و استفاده از کلاه ایمنی برای دوچرخه سواران در بعضی از کشورهای جهان به صورت قانون اعلام شده و شهروندان موظف به رعایت آن هستند. حدود 88% از تردد عابران پیاده در راه‌هایی با کیفیت اندک و ایمنی پایین انجام می‌شود. پیشرفت‌هایی در سراسر جهان در زمینه ایمنی راه رخ داده، اما این پیشرفت‌ها به صورت یک نواخت و پیوسته نبوده است. از جمله این اقدامات می‌توان به طراحی راه‌های مخصوص عبور و مرور دوچرخه در کنار جاده‌ها اشاره نمود که متأسفانه این طراحی هنوز در کشور ایران صورت نگرفته است. و البته کیفیت پایین و نامرغوب خودروهای تولیدی ایران معضل دیگر شهروندان است که سالانه علاوه بر خسارات مالی، خسارات جانی زیادی نیز در پی دارد. طبق آمار جهانی سازمان بهداشت جهانی، به ازای هر 10,000 خودرو 9 نفر کشته می شوند، در حالی که در ایران به ازای هر 10,000 خودرو 37 نفر کشته می شوند. بر اساس هدف نهم از سند 2030 سازمان یونسکو، ایجاد بستر مناسب و زیرساخت‌های پایدار در تمام کشورهای دنیا، به خصوص کشورهایی که از صنعتی ضعیف‌تر و نامطمئن‌تر برخوردار هستند، الزامی است و در صورت نبود برنامه قاطع و کارآمد، صدمات راهنمایی و رانندگی پنجمین عامل اصلی مرگ تا سال 2030 خواهد شد. که البته محقق شدن این امر نیازمند آموزش‌های لازم به رانندگان و فرهنگ‌سازی‌های لازم جهت کاهش خطاهای انسانی منجر به تصادف و نیز رفع مشکلات جاده‌ای و زیرساخت‌ها می‌باشد. در ایران از مسائل مهم امنیت راه‌ها را می‌توان به استاندارد نبودن جاده‌ها، حجم بالای ترافیک، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، فرسودگی وسایل نقلیه عمومی، افزایش تعداد خودروها، عدم کنترل فنی خودروها، کمبود منابع برای اجرای قوانین ایمنی در جاده‌ها و امداد رسانی ضعیف پزشکی اشاره نمود. جدی من با آقای مهندس اسلامی است. متاسفانه وضعیت راه‌های استان به شدت و به غایت اسفناک است. فقط در طی هفته گذشته بیش از 35 نفر در جاده‌های استان جان به جان آفرین تسلیم کردند. متاسفانه علارغم این که این جاده یه جاده ترانزیتی اعلام شده، از محور چابهار تا میلک کمترین پایش هوشمند در اونجا در واقع سامانش دیده نمیشه. راه ها همش
با حالت رفت و برگشت هست. فقط از یک خانواده 8 نفر در یک حادثه جان به جان آفرین تسلیم کردند. فرودگاه ایران شهر علی رغم اینکه میلیاردها تومان صرف نوسازی و بازسازی شده عملا تعطیل هست و راه‌های روستایی هم بسیار در واقع شاخص پایینی رو دارند. در حالی که کشورهای توسعه یافته ساخت آزاد راه‌های دو طبقه را شروع کرده اند، متاسفانه در ایران با عریض کردن جاده‌ها و تبدیل نمودن آنها به آزاد راه، پتانسیل خطر در جاده‌های کشور افزایش پیدا کرده است. با استناد به هدف 11 سند 2030 یونسکو که تاکید بر دسترسی به سیستم حمل و نقل ایمن، ارزان، در دسترس و پایدار برای همه و بهبود ایمنی راه، گسترش حمل و نقل عمومی با توجه ویژه به نیازهای کاربران آسیب پذیر همچون زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و سالخوردگان کرده است. و همچنین با استناد به ماده 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به برخورداری همه شهروندان از امنیت اجتماعی دارد، افزایش سطح ایمنی جاده ها، کاهش نرخ حوادث و تلفات جاده‌ای، اقدامات مردم و مسئولین جهت کاهش خطاهای انسانی در جاده ها الزامی است. و مسئولین موظفند که با کنترل و اجرای جدیتر قوانین جاده‌ای، وادار کردن مردم به حرکت با سرعت مناسب، بستن کمربند ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و محدودیت‌های حضور کودکان در خودرو، بالا بردن سطح کیفی جاده‌ها و معابر کشور، استفاده از علم روز دنیا در جاده‌سازی، زمینه را برای کاهش صدمات جاده‌ای فراهم سازند و مردم با رعایت قوانین می‌توانند تا حد زیادی از بروز حوادث پیشگیری کنند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.